سومین دو سالانه گرافیک جهان اسلام عصر دوم آبان در مؤسسه فرهنگی هنری سبا افتتاح شد. به گزارش تلویزیون واشنگتن در این دو سالانه آثار هنرمندان گرافیست 38 کشور در سه بخش مجزا پوستر، لوگو و طرح روی جلد با موضوع فلسطین در تالارهای این مجموعه فرهنگی در معرض دیده علاقمندان قرار می‌گیرند. در مراسم افتتاحیه این دو سالانه هنرمندانی چون احمد اسفندیاری، محمود جوادی پور، ابراهیم و سهراب هادی حضور داشتند در دو سالانه گرافیک جهان اسلام تنها هنرمندان مسلمانی که در جای جای جهان جا جا اقامت دارند حق شرکت دارند و در این دوره برای نخستین بار است که لوگو و طرح روی جلد به بخش قبلی دو سالانه اضافه شده است همزمان با برگزاری این دو سالانه دهمین ده دوره دو سالانه گرافیک تهران نیز در موزه هنرهای معاصر در حال برگزاری است در ماه‌های اخیر دو سالانه گرافیک تهران و دو سالانه کاریکاتور به دلیل اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کننده این دو سالانه ها به شما می با حواشی مختلفی روبرو شده است و بسیاری از هنرمندان از حضور در این دو سالانه ها انصراف دادند. اما دو سالانه گرافیک جهان اسلام به دلیل اینکه از سوی فرهنگستان هنر برگزار می شود تا کنون با هواشی همراه نبوده است در مراسم افتتاحیه که در فضای باز مؤسسه فرهنگی هنری سبا برگزار شد حیب الله صادقی که همانند دو دوره پیش دبیری این دو سالانه را برعهده دارد گفت این دوره دو سالانه به مردم فلسطین و رنج هایی که میکشند اختصاص داده شده است و این موضوع برای دوره های بعدی نیز در دستور کار فرهنگستان هنر i uh, do get off that به گفته این هنرمند در این دوره از میان 2235 اثر که به دبیرخانه دو سالانه ارسال شده 447 اثر انتخاب و به نمایشگاه راه یافته که در این میان 568 هنرمند ایرانی و 247 هنرمند از دیگر کشورهای جهان اسلام با یکدیگر رقابت می کنند صادقی در ادامه متنی را که درباره ریشه های تاثیرگذاری تمدن بین النهرین بر هنر گرافیک جهان نوشته بود را برای حاضران خواند و از میر حسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر که بانی برگزاری این دو سالانه بود تقدیر کرد. سهراب هادی مدیر هنری و مشاور هنری سبانیز نیز بر دو سالانه گرافیک جهان اسلام را زمینه‌ای برای بروز جلوه های جدیدی از خلاقیت هنرمندان گرافیک جهان اسلام عنوان کرد و ابراز داشت اگر دو سالانه های هنری استمرار نداشته باشند موجب خشک شدن انگیزه های هنرمندان خواهند شد. به گفته این هنرمند بر دو سالانه گرافیک جهان اسلام زمینه رقابت هنرمندان مسلمان را پیرامون مسائلی که با آن روبرو هستند فراهم می‌کند و موجب می شود که به مسائلی چون صحیح نیست تنها از منظر سیاسی توجه نشود. آیدین آغداشلو، مصطفی اسداللهی، ابراهیم حقیقی، مصطفی گودرزی و دکتر حبیب‌الله صادقی آثار این دو سالانه را انتخاب و داوری کردند. قرار است در روزهای برگزاری دو سالانه سبا میزبان نشست ها و همایش های تخصصی و پژوهشی با موضوع تحلیل بررسی و آسیب شناسی گرافیک ایران و جهان اسلام و همچنین نقد آثار راهیافته به نمایشگاه با حضور صاحب نظران کارشناسان و هنرمندان گرافیک در سطح داخلی و بینال باشد.